پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، بهایی، بی پدر هنوز زنده است. در دامگر حادثه کتاب نمیشه، بخونید. حتی دریوری توش زیاد داره، پدر سوختگیش کرده. یهودی بهایی شده. یهودی بهایی شده. دخترش آهنگ میخونه، خوانندگی میکنه علیه ما. میگه من زمانی که رئیس اداره سوم بودم خیلی از انقلابیون رو با چند تا خانم آلوده کردم. عکس میگرف ازشون. چند تا اینا رو بردن تو ساواک نشوندنش، عکس‌ها رو چاپ کرده بودن. اون موقع شانس آوردیم این اینستا تلگرام و این چیزا نبوده. میگه یه چمدون ریختیم اینجوری روی میز براش عکساشو گفتیم اینا قرار بدیم ران تاکسی ها پخش کنم به ملت. بعضی دیگه بعد از اون سکوت کردن در مورد انقلاب. دیگه چی نمیگفتم من نمونه خدا. از بعضیا خواسته میشد به جای اینکه مثلا مردم هی بکشونه تو انقلاب، بگید آقا بحث انقلاب چی؟ بیاید بیم یه بحث علمی خیلی جالبی اینجا. امام حسین شمشیرزن میخواست یارو توی مکه داشت تفسیر قرآن میگفت مرتی که. آقا بیا معنی این بحث آقا ول کنید انقلاب من الان تفسیر قرآن. جرأت داره بگه تفسیر قرآن بعد جیز اخ پوستتو میکنن. چی فکر چجوری میشد؟ بعد صیانت کرد. بعد اون کسی که تو مسئولیت قرار میگیره یه چیزایی که بر همه حلاله بر تو حرام عزیزم. بعد اینا به ما چی بذاری کنار؟ زن میفرستن سراغ طرف، شرعی حلال صیغه، انقدر هم زن خوشگله که دیگه بنده خدا میگه این اصلا کفران نعمته. کفران نعمته. میخواد شیعگیشو حساب کنه، اثبات کنه. تموم. فیلم‌ها رو ازش میگیرم میگن داداش به نظرت اینو تو اینستا پخش کنم یا تو تلگرام، نظرت چیه؟ میگه بگو چیکار کنم. یه زن فرستادن همین چند وقت پیش، چند تا مسئول جابجا شدن دیدی دیگه، همشون کار یه خانم بود، خیلی پرکارم بود. نگاه که میکنی بهش یه حقی میدی، میگه خب بابا کارش غیر شرعی که نکردی، ازدواج شرعی بوده. فکر کن زن اصلیش اینجوری باشه، زن دائمش. داشتیم که کیسی که زن دائمیش اینجوری بوده، جاسوس بوده. با این بدبختی که چیکار کنه دیگه؟ با خانم خودش یه قلقل بازی نکنه؟ نمیتونه دیگه، نمیشه که نشه. آره. بعد یه چند وقت یهو برمیگردم میگه شروع میکنه انتقاد کردن به یه جاهایی. این چه عوض شد؟ مجبور بنده خود. بنده تومون شما کم نگه نداشته؟ خب مراقب سه زیپا باید بشی، زیپ دهنه، زیپ جیب پولا، زیپ یه خوردون ورترشه، بعد بپایی وگه نه از دست میری. بعد اینا که گفتم 200 سال پیش، 153 سال پیش، اول انقلاب، اینا میتونستن الان چلاغن دیگه؟ نمیتونن.